آن مرد رفت. آن مرد برخلاف تبلیغاتی که از روز انتخابش در نوامبر 2016 از سوی جمهوری اسلامی و برخی تحلیلگران و لابیگرانش در ارتباط با حمله نظامی به ایران دامن زده شد، بدون جنگ رفت. آن هم در حالی که جمهوری اسلامی برای براه انداختن یک درگیری نظامی کم بهانه به دست نداده بود. آن مرد با همه ارزیابی‌های منفی و ناخوشایندی که سیاستمداران جهان و مردم کشور خودش و دیگر کشورها طبیعتاً بر اساس منافع خود از وی دارند، تا جایی که به ایران و منطقه مربوط می‌شود، همواره با دولتمندانش از مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی دفاع کرد و با فشار حداکثری جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف و جیبش را که اگر هم پر می بود هرگز برای مردم خرج نمی شد خالی کرد و با پیمان ابراهیم گامی مهم و تاریخی در عادی ساختن روابط عرب و اسرائیل و صلح خاورمیانه برداشت. آن مرد از تغییر رژیم در ایران نمی گفت، بلکه به دنبال معامله با جمهوری اسلامی بود، چنانکه به دیدار دیکتاتور رژیم کمونیستی کره شمالی نیز رفت. آن مرد رئیس جمهوری آمریکا بود و در برابر مردم و مملکت خودش وظیفه و مسئولیت داشت و برای حفظ منافع آنها حاضر به معامله با انواع دیکتاتوری ها بود. لزوم حفظ صلح یا جنگ را همین منافع تعیین می کند. پرونده 4 ساله او نه با جنگ بلکه با صلح بسته شد. این مرد آمد. این مرد برخلاف تبلیغاتی که از روز انتخابش در نوامبر 2020 از سوی جمهوری اسلامی و برخی تحلیلگران و لابیگرانش در ارتباط با صلح و معامله می شود، معلوم نیست با چه پرونده‌ای برود. این مرد با همه ارزیابی‌های مثبت و خوشایندی که سیاستمداران جهان و مردم کشور خودش و دیگر کشورها طبیعتاً بر اساس منافع خود از وی دارند، معلوم نیست در ارتباط با مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و رویدادهای منطقه چه خواهد کرد. این مرد نیز به دنبال معامله با جمهوری اسلامی است. این مرد نیز رئیس جمهوری آمریکاست و در برابر مردم و مملکت خودش وظیفه و مسئولیت دارد و برای حفظ منافع آنها حاضر به معامله با انواع دیکتاتوری هاست. لزوم حفظ صلح یا جنگ را همین منافع تعیین می کند. برای بسته شدن پروندهش باید منتظر ماند و دید. اما برای ایرانیان یک نکته مهم میبایست روشن باشد. سرنوشت مردم ایران توسط قدرت‌های بزرگ تغییر نمی‌کند، بلکه برعکس سیاست قدرت‌های بزرگ را مبارزات مردم تغییر می‌دهد. بیهوده نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اعتراضات سال‌های اخیر را به سیاست‌های ترامپ ربط دهد و با پاشیدن بذر ناامیدی وانمود می‌کند که با تغییر دولت در آمریکا تغییر رژیم در ایران منتفی شده. مردم ایران نه در 4 سال اخیر بلکه بیش از 40 سال است با آن مبارزه می‌کنند. اگر غیر از این می‌بود، جمهوری اسلامی تلاش نمی‌کرد با انتخابات به نمایش حقانیت برای خود بپردازد. چند روز فضای بدون سرکوب کافی است تا مردم هم شرایط ایران و هم سیاست خارجی کشورهای دیگر را تغییر بدهند، وگرنه با سرکوب نیز سرانجام این تغییر اما با هزینه‌های بیشتر برای هم حکومت و هم مردم روی خواهد داد.